به همه شما دوستان عزیزم سورا به و هستم صبح بعد از و شب خیلی خوبی رو برای همتون آرزو می کنم برنامه امروز من در مورد غذا چطور دارو باشه بنابراین فریبا جونم که الان داشت میگفت من مشکل زانو دارم گفتیم گوش کنیم ببینیم که اینا چجوری به همدیگه ربط پیدا میکنه دوستان عزیز الان فکر میکنم چندین هفته است که مطمئنم نیستم چون من قد کلاس های متفاوت شروع میکنم نمیدونم که کلاس کاهش وزنمون رو یا تناسب اندام رو چند وقته که شروع کردیم ولی از اول زمانی که ما این کلاس رو شروع کردیم ما هممون رفتیم روی پاکسازی اوکی پاکسازی ما شامل دمنوش ها میشد که از زرچوبه که میتونیم یکی از بهترین انتای اکسیدنت ها هست ورم رو میگیره ضد سرطان یکی از گیاهان فوق العاده فوق العاده قوی زعفران که به آرامش اعصاب کمک میکنه جلوی اشتهای کاذب رو میگیره زنجبیل که کمک میکنه که غذای ما بهتر هضم و جذب بشه دارچین که قند خون ما رو تنظیم میکنه به ما انرژی میده و کمک میکنه که مثل کرومیوم اون غذایی رو که ما میخوریم به عنوان انرژی استفاده بشه به جای اینکه ذخیره به چربی بشه اوکی به اضافه یه لیمو که میدونیم آب و لیمو یکی از بهترین پاک سازی برای پاکسازی استفاده میکنیم چون اگر من و شما از صبح تا شب مرتبا به خصوص زمانی که از خواب بیدار میشیم ناشتا آب و لیمو بخوریم یا اینکه سرکه سیب طبیعی با آب با لیمو و آب قاطی بکنیم اون کمک میکنه که اول وقت چی بشه بدن ما قلیایی بشه چون اکثر بیماری ها مریضی ها درد ما ورم ما باد ما به خاطر اسیدی بودن بدن نتیجه چند آب و لیمو سرکه سیب و آب کمک میکنه که بدن قلیایی بشه اوکی؟ زمانی که ما این کورس رو شروع کردیم قرار شد که ما چهار روز بریم روی پاکسازی و بعد به دوستان عزیزم گفتم که کسانی که دیگه میبینین که چهار روز نمیکشین چون این کرس من هفته یک روز هستش میتونین برین روی یک مقدار کمی پروتئین باز با سبزی، سالاد و جوانه حالا میخوام نتیجه کار رو به شما بگم که ببینین که وقتی که برنامه رو امروز من گذاشتم تایتلش رو راجع به اینکه که قز غذا دارو هستش منظور ما چیه و چه چی اتفاقی میفته اوکی زمانی که ما چهار روز افراد رو گذاشتیم خود من هم باشون شروع کردم چون من از این افراد جدا نبودم سبزیجات سالاد جوانه بی نهایت به اضافه آب و لیمو و سرکه سیب اتفاقی که افتاد افراد همه سه کیلو، چهار کیلو، پنج کیلو وزن کم کردن به خاطر اینکه دوستان با تجربه که من در این چندین سال داشتم از کارم تخصص کاری من میدونم که بدنی که تجمع سموم درش هست نمیتونه وزن کم بکنه پس اولین قسمتی که من شروع میکنم برای لاغرینه که سیستم رو اول پاکسازی کنیم تمیز کنیم وقتی که ما پاکسازی میکنیم و تمیز میکنیم بدن ما مثل کامپیوتر دوباره خودش رو ریستارت میکنه یعنی یه شروع جدید میزنه متابولیزم یه کلیکی میکنه که دوباره باید متابولیزمی که پایین اومده سلاگی شده خراب شده دو مرتبه خودش رو ریست میکنه تجدید میکنه که دو مرتبه درست بشه اوکی؟ نتیجتا بعد از این چهار روز وقتی که افراد دیدن که دارن وزن به راحتی کم میکنن سطح انرژیشون بالاتر رفته برعکس اون چیزی که فکر میکردن که نمیتونن یا نمیکشن دیدن چقدر راحت دارن این رو میرن و اونجوری که فکر میکردن سخت نیست به اضافه اینکه در نظر داشته باشین که در تلگرام و اینستاگرام من تمام بچه های گروه ما که سوال داشتن سوالاشون رو میپرسیدن همه با همدیگه در حال مبادله نظر رو نمیدونم این داستان ها سوالهاشون جواب داده میشد بنابراین یه گروهی داشتن که خودشون رو تنها احساس نمیکردن اینم فوق کمک بزرگی هستش نتیجتا بعد از چهار روز افراد پرسیدن که ما انقدر حالمون خوب شده و سطح انرژیمون بالا اومده و اصلا هم سخت نیست آیا اشکالی نداره ما اینو ادامه بدیم ما هم که از خدا خواسته گفتیم پس ادامه بدیم نتیجتا الان میخوام خدمت شما بگم که تقریبا نزدیک یک ماهه که این کورس تناسب اندام رو که من شروع کردم ما هنوز روی پاکسازی هممون موندیم و اتفاقایی که افتاده این هستش که کسانی که کلسترول بدشون بالا بوده کلسترول بدشون پایین اومده کسانی که دیابت و مشکل قندی داشتن قندشون تنظیم شده با من هستی فری با قربونه تو بشم؟ کسایی که درد داشتن کسایی که مشکل آرتروز داشتن آرتروزشون دردشون برطرف شده کسانی که مشکل چشم داشتن نمیتونستن درست ببینن از عینک استفاده میکردن خود بنده که از اونها متوجه شدیم که اوا اون فاگینس یا اون چیزی که ما فکر میکردیم که پس دیگه سن دیگه چون شما میدونین که ما خیلی چیزا رو ربطش میدیم به سن خب دیگه حالا که من سنم رفته بالا و نمیدونم دیگه مناپازم شدم و یاسم شدم دیگه طبیعیه که من وزن اضافه کنم نه طبیعی نیست نمیدونم حالا که دیگه سنم رفته بالا دیگه مریضیام قرار شروع بشه دیگه کلسترول بدم جزو اونه و آرتروزم نه اینا هیچ کدومش درست نیست وقتی من سنم میره بالا دیگه نتیجتا یا قاعدتا باید دیده چشمم هم کم بشه دیگه دوستان عزیز چیزی که دارم امروز بهتون خدمتتون میگم این است که شما واقعا این قضیه رو جدی نمیگیرین غذا داروه اوکی اگر که این برای ما کلیک بکنه که قضا داروه پس نتیجتا ما هر خوریم درستتر و صحیحتر انتخاب میکنیم اوکی پس تمام تحقیقاتی که چه میدونم تو این چند وقت اومدن دارن نشون میدن که گوشت و نمیدونم لبنیات و حتی تخم و مرغ و چیزهایی که ارگنیک نیستن اینا رو داریم راجع به گروه بزرگ صحبت میکنیم افرادی که اونا رو استفاده میکنن چطور اون مستقیما ربط پیدا میکنه به, به پریودهایی که فوق العاده به خانومهایی که قبل از پریودشون چقدر از نظر احساسی بالا پایین میرن نمیدونم سینه هاشون حساس میشه درد پریود داره کسایی که گوشت لبنیات نمیدونم تخم مرغ غیر طبیعی استفاده میکنن چطور این احساسا رو دارن برعکس کسایی که گیاه و خام خارن هیچ کدوم از اون داستان ها رو ندارن کسانی که دارم خدمت رو میگم کسانی که آرتروز دارن وقتی اومدن یه گروه بزرگی رو آزمایش کردن دیدن کسایی که آرتروز دارن درد مفصلی دارن نمیدونم توی بدنشون درد دارن وقتی گوشت و مرغ و لبنیات و تخم و مرغ و اینا رو گذاشتن کنار و خامخار و گیاهخوار شدن تمام دردهاشون از بین رفت اوکی کسانی که کلسترول بد بالا داشتن تمام این مسائل حل شد اوکی نتیجتا دوستان وقتی که من و شما سرطان میگیریم در واقع همیشه از سالیان سال پیش من اینو خدمت شما گفتم دلیل اول سرطان چیه دو تا فاکتور باید وجود داشته باشه کمبود اکسیژن اسیدی بودن بدن اوکی خب حالا اینو در نظر داشته باشین که زمانی که بدن چه چیزهایی بدن ما رو اسیدی میکنن گوشت، مرغ، لبنیات اینا بهشون میگیم که وقتی که شکسته میشن به فرم امینو اسید در میاد امینو اسید رو بهش میگیم که پروتین اشه اوکی؟ نتیجتا تمام پروتین ها با خواست و خاصیت هایی که دارن بدن ما رو اسیدی میکنن بریم سر خانواده چه میدونم گندم و جو و برنج و تمام این چیزها وقتی که شکسته میشن به فرم گلوکوز در میان گلوکوز نه تنها با قند خون من و شما بازی میکنه نه تنها خیلی از ماها آلرژی داریم به گلوتن در اونها بلکه بدن ما رو اسیدی میکنه چیزهایی که بدن ما رو قلیایی میکنن چیه هر چیزی که از دریا گرفته میشه یعنی خزه دریایی در اینجا میخوام یه پرانتز هم باز بکنم که اکثر افراد میبینید که خیلی از ماها مشکل تیروید داریم و تیروید کمکار اوکی اکثر ما انسان ها کمبود آیدین داریم کمبود یود داریم درسته؟ پس نتیجتا هر چیزی که از دریا گرفته میشه خزه دریایی سپرلیناس نمک دریایی بدن ما رو قلیایی میکنه و در عین حال اون میزان یودی که برای یک چیرویدی که تنظیم باشه رو به بدن ما میرسونه جلبک های دریایی اگر که من و شما چه میدونم از جلبک دریایی بدمون میاد از مزه تمام اینا بدتون میاد من خودم پو، یا پودرشو دارم یا قرصشو دارم که تمام اسپرلینا خزه های دریایی تمام چیزهایی که جوانه ها جوانه گندم جوانه جو نمیدونم بروکلی اسفناج تمام چیزهایی که سبزن و بدن رو قلیایی میکنن شما دو تا قاشق دو تا پیمونی کوچیک اون رو که در طول روز با آب میخورین اون کمک میکنه که بدن شما رو قلیایی میکنه و از اسیدی بودن در میاره اوکی okay. نتیجتا تمام اینا بدن تمام جوانه ها بدن شما رو قلیایی میکنن حالا وقتی که ما میگیم فرزن افراد بیشترشون به گلوتن آلرژی دارن اکثر افراد فکر میکنن که او پس من جوانه گندم جوانه ها استثنان قربونتون برم جوانه گندم جوانه جو جو عدس ماش تمام اینها وقتی که جوانه هستن جوانه چون خامه هر چیزی که خامه آنزیم های لازمه رو برای شکسته شدنش با خودش داره پس نتیجتا جوانه ها استثنان اگر شما گروه خونی او دارین که بزرگترین آلرژیتون به گندم و جو و گلوتن هستش شما جوانه گندم و جو و ماش و عدس و هر حبوباتی رو میتونین بخورین اوکیه ولی خود گندم وقتی که به صورت آرد میشه وقتی که خوش میشه وقتی که نون میشه وقتی که پاستا میشه ماکارونی میشه اونو دیگه شما نمیتونین بخورین چون اون الان گلوتن داره اوکی پس شما بدنتون رو تمام جوانه ها قلیایی میکنه تمام سبزیجات بدن ما رو قلیایی میکنن اسفناج کاهو خیار نمیدونم و سیترس فروست ها مثل لیمو لایمو نمیدونم گریپ فروت و پرتقال و نارنگی و کیوی و تمام آناناس و تمام این گروه اینها به غیر از اینها پس گندم و برنج و نون و نمیدونم پاستا و آه آه لبنیات و تمام گوشت ها بدن شما رو اسیدی میکنن اوکی حالا اگر من و شما متوجه بشیم که یک بدنی که سالمه پی تعادل داره پی که تعادل داره یعنی چی یعنی اگر از ماه شماره صفر نگاه صفر بگیریم تا هفت معمولا اسید از هفت تا چهارده قلیایی میشه نتیجتا وقتی که شما این دستگاه رو میخرین که آب قلیایی میکنه به شما نشون میده با رنگش که این آب اسیدیه یا وقتی که فرزان شما میرین پول میریدین آب قلیایی میخرین الکولاین میشه تو انگلیسی یا دستگاهی میخرین که آب رو الکولاین میکنه به شما نشون میده که فرزان از هفت تا هشت نوه یازده چهار دست اوکی؟ پس بدنی که قلیاییه بدنیه بدنی که ما تو اون انوایرمنت سالمه به محصی که شما از هفت میفتین پایین بدن اسیدی میشه حالا دیگه اون بدن شما آمادگی سرطان رو داره آرتروز رو میگیره نمیدونم لیکیگات میگیره شکن ورم میکنه مفصل ها ورم میکنه مشکلات زمانی شروع میشن که بدن ما اسیدیه پس سیگار کشیدن مواد مخدر بدن رو اسیدی میکنن مشروبات الکلی بدن رو اسیدی میکنن هر چیزی که شکسته میشه به فرم گلوکوز در میاد بدن رو شکر گلوکوز با اسیده اوکی؟ پس آب نبات شکلات شیرینی نمیدونم هر چیزی که درش شکر هستش به خاطر داشته باشین دوستان عزیز من که اکثر ما انسان ها اعتیاد داریم و متوجه نیستیم که شکر و قند و شکر در امریکا ما قند و شکر رو جزو اعتیاد کوکین و تریاک و مارجوانا میذاریم ب... یعنی شکر به همون اندازه اون مواد مخدر اعتیاد داره ولی من و شما وقتی از صبح تا شب دنبال قند و شکر و شیرینی و وی قندم افتاد آب قند بخورم و نبات بخورم و نمیدونم شیرینی بخورم و حالا حبس بیسکویت کردم و یه شیرینی ما متوجه نیستیم که ما معتادیم ما فکر میکنیم که ایتیاد فقط زمانی که من چه میدونم کوکین میخوام بکشم یا نمیدونم ماری جوانا میخوام بکشم نه قند و شکر در سطح ایتیاد حالا از خودتون بپرسین شما متاد هستین یا نیستین اوکی؟ پس هر چیزی که قند و شکر داره یا هر چیزی که شکسته میشه و به صورت گلوکوز در میاد نه تنها با قند خون شما بازی میکنه بلکه بدن شما رو اسیدی میکنه اوکی پس نتیجتا وقتی که ما میگیم که برنامه امروز من که راجع به این هست که فود داروه یعنی اینکه که فرزن اگر که شما زرچوبه میخورین اوکی زرچوبه داروه یعنی اینکه فرزن شما میتونین زرچوبه از صبح تا شب استفاده بکنین بریزین تو چایتون تو آبتون بریزین تو غذاتون بریزین و از اون طریق زرچوبه در واقع کار MSM رو میکنه MSM یا گلوکوسمین برای کسایی که آرتروز دارن اوکی مفصل ها اینفکتد میشن چرک میکنن ورم میکنن و باعث درد میشه برای شما شما نمیتونین حرکت بکنین اوکی من خودم قرص یا پودر MSM دارم پودرش مزه زهر مار میده ولی خود من که مشکلی ندارم با زانوم و نمیدونم تمام این داستان ها روزانه یه قاشق اون رو میریزم با زرچوبه و با دارچین با یه ذره سرکه سیب و آب قاطی میکنم برای اینکه اون ورم شکم و ورم معده و هر چیزی که باشه میگیره نتیجتا جلوگیری میکنه از اینکه ما بخوایم درد داشته باشیم زرچوبه با MSM با گلوکوزمین که ما برای بازسازی مفصل استفاده میکنیم این کارو برای شما انجام میده در هفته پیش توی کورس لاغریم راجبه بوراخ صحبت کردم که الانم تو ذهنم آمد مثل اینکه تو یکی از برنامه هام گفتم که بچه ها رفتن در آوردن در واقع بوراکس دوستان چیزیه که ما برای لاندری یا لباس شستن استفاده می کنیم من خودم چون که میگم خمیر دونم و خودم درست میکنم خونگی اگرم میخوان بدونین چجوری بچه ها پست درست کردن گذاشتن روی تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و این داستان داره سوشال میدیای من داره میچرخه و من مایه ظرفشویی نمیخرم مایه ظرفشویی خودم درست میکنم بوراکس یکی از ارزون ترین چیزایی که شما پودر بوراکس که چه میدونم از هر مغازه‌ای بخریم فکر میکنم زیر دو دلاره فوق العاده ارزونه ولی چیزی که اکثر افراد نمیدونه اینه که نه تنها شما میتونین ظرفتون رو با بوراکس بشورین که کف نمیکنه با من این واجون آره برای اینکه چیزایی که ما فکر میکنیم که فرضا شما وقتی شامپو من رو میخرین من میگرم روش ما نوشتیم که چند قطره بیشتر استفاده نکنین به خاطر اینکه شامپویی که از من میخرین صد درصد گیاهی و طبیعیه و قرار نیست که خیلی کف بکنه شما عادت کردین هر چی انقدر چیزای شیمیایی استفاده کردین محصولات شیمیایی باعث میشه که موی شما کلی کف میکنه خمیر دندونتون بعد شیرین باشه بعد چه دونم کف کنه تمام این چیزها مواد شیمیایی هستن اوکی پس نتیجتا شما نمیخواین شامپوی که میزنین کلی کف بکنه شما فکر میکنین که چیزی که کف میکنه تمیز میکنه نه این قضیه درست نیستش اوکی پس زمانی هم که من ظرف میشورم از بوراکس استفاده میکنم و بوراکس کف نمیکنه پودره اما تمام ظرف شما رو تمیز میکنه مونتاژ چیزی که به بچه ها دادم نمیدونم هنوز رسپیش رو درست کردن گذاشتن یا نه اینه که اکثر افراد نمیدونن که اگه شما یک چهارم قاشق بوراکس رو توی یه لیوان 8 آنسی آب با هم دیگه قاطی بکنین اون خودش بوراکس یه مینراله که کمک میکنه که استخونهای شما سفتر زخیمتر و محکمتر بشه لسه هاتون اوکی؟ در نتیجه شما یه چهارم قاشق اون رو با هشت آنساب میتونین تو شیشه برزین تو هر چی چیز بکنین تو طول روز دو تا قاشق دو تا قاشق فرزن بخورین پنج شیش تا قاشق بخورین و اون کمک میکنه که استخونهای شما ساخته بشه اوکی؟ پس حالا بیام گفتم راجع به زرچوبه زرچوبه میتونه تورم شما رو بگیره میتونه به آرتروز شما کمک کنه شما احتیاج ندارین قرص شیمیایی استفاده بکنیم اوکی میام روی تیروید شما اکثر افراد دارن قرص شیمیایی تیروید استفاده میکنن و معمولا میپرسن که من تا چند وقت باید این رو استفاده بکنم دوستان عزیز من چند تا برنامه گذاشتم راجع به تیروید و گفتم که شما با تغذیه درست میتونین تیرویدتون رو تنظیم بکنید و همونطوری که خدمتون گفتم اگر که شما فرزن 5 دقیقه اوکی فرمجم. اگر شما فرزن ام... کلپ کلپ خزه دریایی کلپ یا آیدن که ما... من خودم هم به صورت قرصش رو دارم هم به صورت قطره رو دارم اگر شما فقط همون رو استفاده بکنین اون کمک میکنه که تیروید شما تنظیم بشه اما دوستان عزیز من نمیدونم چجوری ما باید راجع به این قضیه صحبت بکنیم که شما تا زمانی که قرص و داروی شیمیایی استفاده میکنین تبلیغات و آگهی ها رو گوش کنین روی قرصتون رو بخونین برین تحقیق کنین ببینین که این قرصی که شما دارین استفاده میکنین وقتی میرین گوگل میکنین در موردش میخونین میگه امکانه این ضرر این ضرر این ضرر این ضرر این ضرر یعنی خود اون کمپانی داره به شما میگه که این کلسترول بد شما رو میتونه کمک بکنه پایین بیاره ولی در مقابلش به پنج تا ارگان دیگه میتونه صدمه بزنه اوکی خب وقتی که من و شما به این فکر میکنیم و میبینیم که غذاها و گیاها چیزای ارزونی که روزانه شما همتون تو کابینتتون دارین از زرچوب بس از نمیدونم دارچینه از کیومن از زیره نمیدونم تمام اینا که خاصیت دارویی دارن اون وقت چرا شما میخوان برین یه چیزی است؟ اوکی من دیگه بهتری در این مورد چیزی نگم تصمیمتون با خودتون هستش اوکی قربونتون برم پس نتیجتا دوستان عزیز متوجه باشین که تقضیه شما میتونه روی همه چی کار بکنه پس ببینین که چی میخورین چی استفاده میکنین در این هفته به خاطر اینکه ماه رمزون داره میاد و بچههایی که توی گروه کلاس تنس و به من هستن خواستین بدونیم که ما که حالا میخوایم روزه بگیریم چی کار باید بکنیم چی باید بخوریم چی نباید بخوریم ما استثنان معمولا این کلاس من روزهای دو, شنبه فکر میکنم آره دوشنبه برقرار میشه ولی پنج این کلاس رو ما اضافه داریم یه دونش رو میذاریم برای دوستانی که حتی توی کرس نیمدین اگه علاقه من هستین بدونین که در ماه رمزون چی باید بخورین کی باید بخورین چی نباید بخورین چجوری باید فکر کنین چجوری باید این سی روز رو ادامه بدین میتونین ثبت نام بکنین فقط برای کلاس فردا که پنج شنبه هستش تشریف بیارین که ما راجع به این قضیه صحبت میکنیم اوکی؟ و در ضمن دوستان عزیزم روزهای سه شنبه کسانی که در کورس لایف کوچینگ من تشریف نیاوردین و کم و کان بیان ما رکورد تمام این وبینارها رو داریم اگر تناسب اندام نیمدین اگر کلاس مربی زندگیه آم، یا اگر کلاس های 17 قدم من بوده که راجع به ارزش به خود نمیدونم کافی بودن اعتماد به نفس تمام اینها رو ما رکوردش رو داریم اگر تا به امروز با ما نبودین همه ی رکورد های قبلی برای شما فرستاده میشه و از اینجا شما به ما وصل میشین و بقیه کلاس ها رو با هم دیگه میریم دوستان عزیز من که علاقه من هستیم با من جلسه خصوصی داشته باشین Um, لطف بکنین از روی ایمیل من تلگرام اینستاگرام بچه راهنماییتون راه نمایتون میکنن که بتونین با همدیگه این کار رو انجام بدین در ضمن برای پروموشن ما um, برای یک هفته یا آینده سه تا قرص لاغریمون رو گذاشتیم برای 100 دلار و همینطور سه تا قرص که پاکسازی یکی از اونا هستش که در واقع شما وقتی از من قرص پاکسازی میگیرین سه تا قرص میگیرین یک مجموعه سه که ما فقط برای یک دونه قرص با شما هست... حساب میکنیم اونا هم توی پروموشن هست که دیگه بچه ها به همتون کمک میکنن قربون همه شما خواهش میکنم که برای یک هفته هم اگر شده با ما تشریف بیارین برین روی گیاه خاری و خام که خودتون متوجه بشین که چطور کمک میکنه که فکر شما بهتر کار بکنه انرژیتون بالاتر بره درد و مشکلاتتون از بین بره تا چهارشنبه آینده